تشکر میکنم از شما جناب دکتر عزیزخانی. من میدونم که شما و جناب دکتر دادکان و همکارانتون زحمات زیادی رو کشیدید برای ساپورت خیلی از رشته. شما در واقع باشگاهی هستید که فقط یک رشته ورزشی مثلا مثل خیلی از باشگاهامون فوتبال رو ساپورت نمی کنید، واقعا رشته هایی رو ساپورت کردید که میتونن برای کشورمون افتخار بیارن و رشته های خیلی متعدد و زیادی هستن. خواهش میکنم خیلی مختصرم راجع به عمل کردتون یا راجع به در واقع ساپورت کردن تیم های دیگه تون هم از در واقع تیم دانشگاه بفرمایید. عرضم به حضورتون که دانشگاه آزاد به عنوان یکی از بزرگترین باشگاه فرهنگی ورزشی کشور شناخته میشه. ما 20 تیم ورزشی در رشته های مختلف ورزشی داریم که بیشترش هم در رشته های رزمی است. تیم مثل تکواندو، کاراته و وشو رشته هایی هستند که در دو بخش خانوما و آقایون ما سرمایه گذاری کردیم. غیر از اینکه در مسابقاتشون حضور داریم، در بخش تحصیلات، تخفیف شهریه، جذب قهرمانان، مهمانی و خروج از کشور تحصیلات خیلی خوبی دانشگاه در اختیار قهرمانان قرار میده. در اصل تشکر میکنم و خسته نباشید میگم به خاطر حمایتی که از رشته ورزشی وشو کردید در این قهرمانان و این تیم خوب و راهی میدون کردید. ممنون، متشکرم، خسته نباشید. خواهش میکنم. خب به حساس ترین مسابقه در این دوره از رقابت ها میرسیم، جایی که دو قهرمان رو در روی هم قرار گرفتن، سجاد عباسی با هوگو و ضربه‌گیر مشکی در برابر محسن سیفی. هر دو قهرمان هستن. حالا سجاد عباسی دو امتیاز رو میگیره. سجاد عباسی دو امتیاز از محسن محمد سیفی میگیره. حالا بی انتو از سجاد عباسی که محسن سیفی بدل میکنه، یک امتیاز به سود خودش ثبت میکنه. حالا سجاد عباسی یک امتیاز میگیره. سجاد عباسی که دو تا برنز بازی‌های آسیایی، طلای جهان رو در کارنامه خودش داره، در مقابل محسن سیفی که دو تا طلای بازی‌های آسیایی و دو تا طلای جهان رو در رزومه خودش داره. بازی بسیار حساسی است. انگار رالی از امتیازات هستش. یک بار محسن محمد سیفی امتیاز میگیره، یک بار سجاد عباسی. خیر مقدم هم میگیم آقای علیرضا رضایی، در واقع سخنگو فدراسیون کشتی. حالا محسن محمد سیفی موفق میشه که یه خروج بگیره و سجاد عباسی دو امتیاز اینجا از دست میده. حالا محسن محمد سیفی یک تک امتیاز دیگر از بی ان تو میگیره. فشار بدنی خیلی زیادی رو میاره محسن محمد سیفی به سجاد عباسی. بالاخره محسن محمد سیفی تجربه خوبی رو داره، هر دو ورزشکار تجربه خوبی رو دارن. هر دو ورزشکار حضورشون در تیم ملی از سال 2008 بوده، در خیلی از اعزام‌ها با هم همتیمی بودن و حالا با هم در یک وضع دارن به رقابت میپردازن. یک بار دیگه بی ان تو از سجاد عباسی. بازی بسیار حساس و بسته است، یعنی به این راحتی امتیاز از دست نمیده. حالا یه بار دیگه سجاد عباسی ضربه بی ان تی برای سر که حسابات نمیکنه. سجاد عباسی سانداکار خوش استیل کشورمون. تا اینجا کار محسن سیفی پیش هستش، چیزی کمتر از 10 ثانیه به پایان راند باقی مونده و پایان راند، پایان راند. بله، هر پنجاور به محسن محمد سیفی، قهرمان ارزنده کشورمون. سجاد عباسی رو در تصویر داریم میبینیم که توسط کیوان شیراغایی، همتیمی سابق خودش، چون این دوتا تو سال 2008 مطابقات جهانی جوانان اندونزی با هم همتیمی بودن.
محسن محمد سیفی رو در تصویر ملاحظه میکنید که توسط مربیانشون ترخوش میشن. امیر اوجاقی اونو باد میزنه، در واقع رامین موحدنیا هم که راهنمایی لازم رو میکنه. اینم چهره سجاد عباسی، در واقع جدال قدرت بدنی و تکنیک هستش. محسن محمد سیفی واقعا علاوه قدرت بدنی و آمادگی جسمانی شرایط فوق‌العاده‌ای رو داره و سجاد عباسی هم علاوه فنی و تکنیکی زبانزد عام و خاص است. رانده یک به سود محسن محمد سیفی، حالا رانده دو یک بار دیگه بینتوه موفق میشه تو بدلکاری که میکنه سیفی پیروز میدان باشه. یک بار دیگه بینتوه سجاد عباسی بینتوه که به زمین میخوره. اینجا یک امتیاز محسن محمد سیفی میگیره. شمارش ناکدانیه برای محسن محمد سیفی. ضربه که با پا میزنه، عرض کردم خدمتتون سجاد عباسی ورزشکاری هستش که تکنیک خیلی بالایی داره. همین صحنه که مشاهده کردی، همین ضربه که با ساق پا، بله واقعا ضربه بسیار دیدنی بود. با وجود اینکه محسن محمد سیفی پیش بود از حریفش، این اتفاق براش میفته. تا اینجای کار 4-2 به نفع تیم پارس جنوبی. بله این صحنه همین که میبینید به زیبایی تمام سجاد عباسی این کارو میکنه. علی‌رغم شایستگی های محسن محمد سیفی، بالاخره این ضربات هست که بسیار سجاد عباسی میاد به دیدن رفیقش محسن سیفی. این دوتا با هم عرض کردم به خدمتون، ضربه بسیار مهلک و سنگین بود. ساندا یعنی ترکیبی از ضربات دست، پا و فنون درگیری.